سلام مجدد دوستان عزیز، با امید سلامتی شما بازم خوش آمدید به سری از ویدیوهای مدیول جیکیوری کورس ویب پروژکت تان. در ویدیوی قبلی هم روی سلکتورها بحث کردیم، کلاس سلکتور هم شناختیم و یونیورسال سلکتور هم شناختیم و یکی از کیوردهای دیگه که دس بود، دس هم گفتیم که به چی منظور ما استفاده میکنیم. در این ویدیو هم بعضی از سلکتورهای دیگه هم موجود هستن که ما چطور میتونیم بیشتر در بین از الیمنت هایی که گروپ هم هستن و الیمنت هایی که ما نه از آیدی برش استفاده کنیم یا نمیتونیم یا اگر نمیخوایم استفاده کنیم یا از کلاس هم، ما دیگه طریقه های مختلف هم داریم که بتونیم الیمنت ها یا تگ های مختلف رو تارگت قرار بدیم و بالای از اپریشن ها رو اجرا کنیم. ببینیم بیاین که چه قسم این کار رو میتونیم. ببین پیشتر ما شما یک کاری کردیم، گفتیم که کلاس سلکتور ها معمولا چندین الیمنت با هم گروپ میکنن و بالای از امی عمل کرد ها رو چه میکنن؟ سیم عمل کرده اجرا میکنن یا اپلای میکنن. بعضی در بعضی مواقع شما شاید هم تک های یا کانتنت هایی که به اصطلاح الیمنت هایی که دارای عین کلاس هستن ولی شما نمیخواید که برای تمامشان امی عمل کردی که ما فعلا ضرورت داریم در یک موقع این کار باید شود، این عمل کرد برایشان اجرا شود. در دیگر جای شما ضرورت دارید که بالای کلشان این عمل کرد شود اجرا شود، ولی در یک بخش شاید لاجیک اپلیکیشن تان طوری باشد که نه، اینمی کلاس یا اینی الیمنتی که داره اینمیزی کلاس هستن تنها مو یک تگ شما هدف قرار میدین به امی کلاس به نام امیزی کلاس. چطور میتونین کی کار رو بتونین؟ فعلا اگر ما اینجا کلاس رو معرفی میکنیم، درست است پیشتر ما شما کلاس رو معرفی کردیم، اگر میگیم که او الیمنت هایی که داره کلاس TXT هستن اونا هاید شون، درست است اینا همشون هاید میشن زمانی که هر الیمنتی که داره از این کلاس هستن اینا هاید میشن. ببینید کلیک کنیم هاید میشن، درست. ولی اگر حال ما یک قسم یک سناریو داشته باشم که پاراگرافی که دارای کلاس TXT هستن ای هاید شود، نه دیو نه سپن، تنها پاراگرافی که دارای از این کلاس هستن دارای کلاس TXT هستن، چطور میدونم که اینا رو هاید بکنیم؟ ببینید طریقه بسیار آسان هستن. شما در اینجا برش ذکر میتونین اول نام الیمنت، ببین ما اینو کمباین میکنیم، ما میتونیم که دو یا سه یا چندین سلکتورهای مختلف با هم گروپ بکنیم، با هم کمباین بکنیم، با هم یک جا بکنیم به خاطر یک هدفی که ما میخوایم بالایزو کدوم اپریشن اجرا بکنیم. بسیار ساده شما میگین پاراگرافی که دارای، درست است، پاراگرافی که دارای کلاس چی هستن؟ TXT هستن، درست است؟ اینا هاید شوند. ببینین پاراگرافی که دارای کلاس TXT هستن، یا ایتو میگم فرض کنین او سپنی که دارای کلاس TXT هستن دهید شود کود CSS اپلای میکنیم. فرض کنین برش میگیم که background یا به اصطلاح میگیم که color ازی چه قسم باشد؟ فرض کنین میگیم برش که red باشد، کلرشون رید باشه، فونت کلرش رید باشه. زمانی که کلیک میشد ببینید اونم کلاس استفاده کرده ولی با دو منظور، ولی اینجا براش مشخص کردیم که کلاس کدام المنت، کلاس پاراگراف، کلاس اسپن. اگر تنها عمومی نام کلاس میتیم برای کل کلشون اپلای میشد، ولی اگر اسپسیفیک میخواین باز هم شما میتونید که براشون تعریف بکنید. ببینید وقتی که ما کلیک میکنیم پاراگراف دو، پاراگرافی که داره کلاس TXT هستن، چی میشد؟ پنهان میشد. و سپنه که دارای امازی کلاس هستن اونو رنگش چی میشد؟ رنگش سرخ میشد به یک قسم. ببینید شما رنگ ازی سرخ میشد به یک قسم. شما میتونین که به یک قسم هم استفاده بکنین. کلاس عمومی اونمو یک کلاس برای چند الیمنت معرفی کرده اید، ولی در بعض مواقع ضرورت میشد که شما باز هم امازی کلاس استفاده کنین ولی مشخص کنین که کلاس کدام الیمنت، کدام تگ، پاراگراف، دیو، هیدینگ و دیگر چیزها و غیره، هر چیزی که باشد. شما میتونید که از این به طریقه چه قسم میتونید؟ شما اول نام الیمنت میگیرید، نام تگ میگیرید، پاراگراف، دیو، هیدینگ، ناو، به اصطلاح ادیو، ویدیو، ایمیج، هر چیزی که باشد شما نام از رو میگیرید. بعد از او از نقطه یا دات استفاده میکنید. پاراگرافی که دارای انزی کلاس هستن کلاسش نامش چی است؟ TXT.
خب این عمل کرد برایش اجرا شود و span که داره کلاس txt است پالایز شود این عمل کرد دیگر اجرا شود. اگر ما اینطور بکنیم که ما span اوش رو بکنیم و نام پاراگراف هم اوش کنیم فقط تنها تکست برشان اجرا کنیم، در این صورت ببینید شما که چی کار میشد. ریفرش میکنیم ببین بخصم هایت میشد، درست است؟ ریفرش میکنیم پس کلیک میکنیم هایت میکنن هر دویشان، درست است؟ اینا رو چی میکنن؟ هایت میکنن. اینا رو با هم چی میکنن؟ هایت میکنن. خب اگر شما باید مشخص میکنن شما باید برش بگین که دیو دیوی که داره کلاس ازی هستن و سپانی که داره این ازی کلاس هستن این عمل کارت ها را برش اجرا کنید. ببینیم بخصم سپانه اول هایت شد و دیوی اول شد کانتنتش رنگش سرخ شد. یک قسم شما میتونید که استفاده بکنید. ببینید بعضی مواقع دیگه شما خوبتر میتونید که از بعضی سودو کلاس ها استفاده بکنید. سودو کلاس ها کلاس هایی هستن که شما میتونید که یک تعریف مشخص در یک حالت مشخص برای زود داشته باشید. فرض کنید چه قسم ترتیبی الیمنت ها رو مد نظر میگیریم. ترتیب الیمنت ببینید شما دامت طبعا در جاوا اسکریپت فهمیده این کانسپتش دارین که داکیومنت آبجکت مدل کمی خود صفحه HTML ما یک شکل شجره رو با خود دارد. هر الیمنت هر تگ در داخل خود ممکن یک تگ دیگه داشته باشد و او تگ در داخل خود ممکن یک تگ دیگه داشته باشد که تگی که در داخل تگ دیگه نوشته میشد او رو من حیث چایلد تگ میگن و تگ بالایش برام پرینت یاد میکنن و میخوام شکل شجره رو با خود داشته باشد. شما میتونید بدون از اینکه آیدی را و دیگر کلاس یا نام الیمنت استفاده بکنین از سلکتور شما میتونید که یک کار دیگه کنین. شما ترتیبش رو نظر بگیرین first, last, nth and by اصطلاح nth به این مطلب که شما نمبرش رو برش میدونید که کدام یکی دومی، سومی، چهارمی، پنجمی فرض کنم ده تا پاراگراف هستن. پاراگراف اول تارگت قرار میدین، درست است؟ ایت میگن هر جایی که پاراگراف اول باشد در داخل یک دیو فرض کنین پاراگراف ها جور میشد. این حال پاراگراف ها در اونجا چی میشد؟ ترتیب دارن پاراگراف اول، پاراگراف دوم یا فرست چایلد اول، دوم، سوم به اقسم یا در داخل پاراگراف دیگه چیزی می باشد. این حال ای چایلد اول و دوم، سوم اینجا باید معلوم شود و شما میتونید که به اقسم پاراگراف فرض کن در همینجا شما ببینین ما در اینجا در داخل تیپ دو پاراگراف داریم، درست است؟ پاراگراف 1 پاراگراف 2 هستن. ما میخوایم که پاراگراف اول چی کنیم بدون از اینکه کدام اتریبیوت دیگه برش مشخص کنیم که آی دی یا کلاس یا کدام اتریبیوت دیگه باشد ما میتونیم که با خود با نظر به ترتیبش هم اینا رو تارگت قرار بدیم. چطور میتونید که نظر به ترتیبش تارگت قرار بدین؟ شما میتونید که طور کار بکنین فرض کنین نارا حسو میکنیم در داخل زی در اینجا میگیم که پاراگرافی که اول واقع شده یا اول آماده پاراگراف شما از کالن استفاده میکنین. در سودو کلاس ها همه شما از کالن استفاده میکنین. میگین که first بخصم او پاراگرافی که اول شده استن واقع شده استن اول آماده از پرینت خود اولین پاراگراف این چی کنین؟ هدف قرار بدین. پاراگراف تنها پاراگراف نه شما میتونید که نام اسپانه بگیرید نام دیو بگیرید هر آن الیمنتی که ترتیب زیاد عمر با ترتیب آمدن و زیاد هستن شما هر یکیش که هدف قرار میتونید فعلا پاراگراف اول ما هدف قرار میتونید شما از فرست استفاده میتونید. ببینید سفر ریفرش کنیم وقتی کلیک میکنیم پاراگراف اول رنگش چی شد؟ سرخ شد. پاراگراف اول ما چی کردیم؟ هدف قرار دادیم. اگر ما بخوایم که اسپن اول هدف قرار بدیم شما میتونید که نام اسپانه بگیرید span dot first means اولین span اینی هستن اولین spanی که فعلا در داخل ازی صفحه نوشته شدن انمی span یک هستن و اگر شما میخواین که div هدف قرار بدین شما میتونید که از div استفاده بکنین با این قسم div اولی ببینین div اولی اینا در کجا هستن ببینین کلیش از چی کرده هستن سرخ کردن div اولی رو شما ببینین اولین div که در این صفحه ذکر شده ای کانتینر است درست است؟ در داخل از کانتینر هر آن الیمنتی که موجود هستن اکشن بالاش اجرا میشد. ببین در داخل از یک دیو دیگه هستن در داخل از اینی تکست هست ببینین جکیوری سلیکتور اینا رو رنگش سرخ کردم و پاراگراف ها هستن سپن هستن دیو های دیگه هستن با اقسم درست است؟ یعنی اولین دیو بعد از پرنت خود هستن پرنت از چی هست؟ پرنتش بردی هستن بعد سپرینت اولین الیمنت اینا چی میکنن فرست هدف قرار میدن و الیمنت شما مشخص میکنن که او دیو هست پاراگراف هست هر الیمنت دیگه که هستن
بعد از پرنتشون، یعنی اولین چایلدش به اصطلاح براتون بگم، اینا رو ببینید در اینجا تمامشان چی کردن؟ هدف قرار دادن. درست است؟ پاراگراف 1 2 3 حتی تایتل که بنام جی کیو سلکتور هستند، چون همشون در داخل دیوی کانتینر هستند، در داخل دیوی کانتینر اینا رو چی کردن؟ هدف قرار دادن. خب شما میتونید به قسم از این سلکتور ها استفاده بکنید. میتونید که فلان سپن بش بتین، سپن هم مال تنها سپن، اولین سپنی که آمده اینا رو هدف قرار میده. خب بعضی وقت شما از نستد المنت ها استفاده میکنید، از نستد سلکتور ها استفاده میکنید. فرض کنین شما در اینجا ای دیف ها را اوزو میکنین، درست است؟ در داخل از یک ان اوردر لیست دارین، درست است؟ در داخل از یک لیست آیتم های مختلف دارین. فرض نمیسون نمیشن میکنیم که آیتم 1 مکسیمی را کپی میکنیم، آیتم 1 و آیتم 2 و آیتم 3 و همچنان آیتم 4، 4 آیتم هستن، درست است؟ 4 آیتم هست. بدون از اینکه ما برازی آیدی بدیم، بعض وقت در دیتابیس برای شما این چیزها چه میشد؟ به شکل داینامیکی بعض وقت کم میشد، زیاد میشد. اگر ما یک آیدی بر استاتیک بدیم، در او وقت شاید او الیمنتی که ما بر شاید دیدیم خیلی او تغییر میخورد، آردرش و چیزهای دیگهش تغییر میخورد. و ما همیش فرض کنین در لیست آیتم دوم در لیست ما چه میکنیم؟ هدف قرار میدیم یا اول هدف قرار میدیم. در این صورت شما میتونین الیمنت های دیگه هستن یا سلکتور های به اصطلاح دیگه هستن که شما از او استفاده میتونین. ببین بنام نستد سلکتور ها، شما چطور از نستد سلکتور ها استفاده میکنین؟ فرض کنین میگیم که جایی که یو ال است تیس ان اوردر لیست است، اینا رو هدف قرار بده. برو در داخل از یک سپیس میتین لیست آیتم هایی که هستن، در داخل از او کدام لیست آیتم شما هدف قرار میتین؟ لیست آیتم اولی ده. اولین لیست آیتم در داخل چی میکنین؟ در داخل یو ال میرین، در داخل یو ال هر لیست آیتمی که هست اون رو شما میتونید هدف قرار بدین. ما اولین لیست آیتم چی کردیم؟ هدف قرار دادیم. به خاطر از این شما ببینید که کدام چی هستن، ریفرش بکنید صفحه زمان کلیک میکنین، ببینید لیست آیتم اولی شد سلکت شد، رنگش تغییر شد، چون انمی اپریشن باش اجرا میشد، استایلش رو تغییر دادیم. درست است؟ با اختم شما از نستد المنت ها چی میکنین؟ استفاده میکنین در داخل یو ال. اینا این باز ای طور هستن، هر جایی که یو ال باشد، هر جایی که یو ال باشد ممکن ما چندین یو ال لیست آیتم های دیگه هم داشته باشیم. ببینیم در اینجا ما یک لیست آیتم دیگه داریم، درست است؟ یک لیست آیتم دیگه هم ما داریم در اینجا لیست آیتم. اینا رو فرض مثال برشان میگیم که google.com یک لینک است، فرض کنین اینا رو میگیم که facebook.com، لینک های مختلف ما داریم اینجا، و میشه که اینا رو بگیم که github.com مقصود، و یک لینک دیگه هم داریم فرض کنین میگیم برش که linkedin.com مقصود. خب ببینین دو لیست آیتم داریم، درست است؟ اینا رو اگر من کلیک بکنم در اینجا ببینید، خب اینالی در اینجا تنها لیست آیتمی که اونا اولین چایلد یا اولین وار واقع شده هستن اونا رو چی میکند؟ هدف قرار میدهد. ببینید این لیست آیتم اینجا هدف قرار نداد، یعنی به مطلب که هر جایی که یو ال است نه، تنها لیست چون فرست هستن، فرست وقت که فرست برش میگیم اولین باری که نوشته میشد، اولین باری که یک تایپ از الیمنت نوشته میشد، برای دومین بار اینا رو هدف قرار نمیدن. درست است؟ در اینجا شما ببینید ما دو چایلد از یو ال داریم، در داخل یک دیو، در داخل یک دیو ما دو چایلد داریم، ولی اولین چایلد چون فرست برش گفتیم اولین چایلد یو ال، در داخل یو ال اولین ال آیا چی میکند؟ هدف قرار میدهد. ببینید در اینجا یو ال ال آی، وقتی که ال آی آمد در داخل زی اولین ال آی، اولین چایلد پرنت، یعنی هدف ای هستند که شما زمانی که از فرست استفاده میکنین اولین چایلد امازو پرنت هدف قرار میدهد. شاید در اونجا دیگه الیمنت ها هم به عین نام باشد ولی اونا را هدف قرار نمیدهد. به خاطر از باز ما سلکتور های دیگه داریم که انشالله اونا را در ویدیوی بعدی دسکس میکنیم. ممنون.